سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که همچنان در خدمتون هستم. این هفته هم مثل همه هفته های پیش، مثل همه ماه ها و سال های پیش، خبرهای بسیار هست. مهمترین شاید که به هر حال کشته شدن البغدادی و مسئله داعش. نمیدونم به هر حال ما چند درصد از واقعیت رو میدونیم. نمیدونم که آیا واقعا دستگیر شد و کشته شد. نمیدونم که آیا یک معامله‌ای با ترکیه انجام شد، اون رو تحویل بدن، نمیدونم یک مقداری زمین رو بگیرن. هیچ کدوم اینها مشخص نیست، ولی واقعیت قضیه اینه که خبر سراسر دنیا رو گرفت و ما رو هم در بحت و حیرت خبر فرو برد. ولی وقتی که میخوام به یکی از بزرگترین مسائل خودمون برگردم، برمیگردم به اینی که بیکاری در تمام جهان بزرگترین درده. یعنی برای یک فرد وقتی که وارد بازار کار میخواد بشه، تحصیل کرده، سرمایه گذاری کرده، هزینه کرده، با بیکاری که مواجه میشه، همه مشکلات دنیا رو بهش هست و میتونه که از راه زندگی منحرفش بکنه. بیکاری میتونه به هر حال یک فرد و یک جامعه رو در انحطاط قرار بده. برای فرد میتونه به خودکشی بیانجامه، برای جامعه میتونه به انفجار اجتماعی بیانجامه. چند روز پیش بانک جهانی اعلام کرد که آمار بیکاری در جهان و کشورهایی که جوامعی که بالاترین زمینه ایجاد اشتغال رو داشتند، اولیش نیوزلند بود. نیوزلند یک کشوری است با 5 میلیون نفر جمعیت، تقریبا بیکار نداره. اقتصادش بر پایه کشاورزی و دامداریه و زندگی مردمش به شکلی میگذره که هیچ کدوم از مشکلات جامعه ما و خاصه جامعه جوان ما رو لمس نکردن. کشورهای دیگری که بعد از این قرار میگیرند به هر حال هنگ کنگ، سنگاپور، دانمارک، چین و اینها در مراحل بعدی پشت سر نیوزلند هستند. ایران در آمار بانک جهانی بدترین کشور در زمینه ایجاد اشتغال هست. میدونید که از صد که این رتبه رو بانک جهانی حساب میکنه، ایران 5.58%، یعنی در رده آخرین کشورهای جهان قرار گرفته. از 100 5.58% رتبشه. خب حالا این رو باز برگردیم ببینیم که اون کشورهایی که در رده بالا قرار دارند چه رشته کارهایی رو انجام میدن. کارهایی رو که انجام میدن در زمینه بیشترینشون تجارت الکترونیکه، تجارت آنلاینه. اینها میبینیم که با چه سرمایه های انسانی تونستن که این امکانات رو برای کشورشون فراهم کنن. ایجاد اشتغال در جامعه، باز ما شاهدش هستیم که در جامعه ما که این نیروی انسانی بزرگ در زمینه الکترونیک وجود داره، چجوری حکومت و دولت، به اصطلاح دولت که همیشه من میگم دولت وجود نداره در ایران، در ایران حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و هیچ چیز دیگر، به چه گونه اینها جلوی کسب و کار رو میگیرن برای اینکه مسئله شون ایران نیست.
برای اینکه مسئله اینها درست کردن در طلا برای فلان نمیدونم مقبره فلان امام، برای نمیدونم کشتار مردم سوریه است، برای خونه ساختن مردم عراق و بیمارستان ساختن برای حزب الله و غیره و غیره، ایجاد اشتغال در جامعه ما وجود نداره. آمارهایی رو که میدن شاید که اگر که دقت بکنید آمارهای سرتاپا دروغه. من واقعا به دلیل اینکه خب خودم در همین زمینه تو در ایران هم کار کردم متاسفم به حال مرکز آمار ایرانی که میاد چنین آمارهایی رو اعلام میکنه، رئیس جمهور و رهبر و نمیدونم معاون و کی و کی و کی، اینها رو همه مردم میشناسن که چقدر بدنامن. مرکز آمار ایران جایگاه خودش رو باید داشته باشه. بارها من توی این برنامه ها بهش اشاره کردم، دو مسیر رو آدم اگر نتونه بره نمیتونه به پیشرفت جامعهش فکر بکنه. دو استقلال، استقلال بانک مرکزی و استقلال آمار. یعنی اگر که اینها دروغ باشه که سر تا پا متاسفانه که دارم اینطوری میگم دروغه، جامعه رو گمراه میکنی. آمار سیاسی وجود نداره. آمار سیاسی برای ادامه حکومت دیکتاتوری است. آمار برای اینی که شناخت به وجود بیاره و بتونه حرکت رو به دنبالش داشته باشه. پس در نتیجه اگر جایی اسمش مرکز آمار ایرانه، مرکز آمار ایران باید بتونه که آمار صحیح رو ارائه بکنه. خب حالا مسائل بیشماری هست. آقای روحانی اعلام میکنن که بیکاری به 10.5% رسیده. خب حالا من آمارهای دیگری رو در همین جا از قول خود همین مقامات حکومتی واسهتون مطرح میکنم که ببینید به چه شکله. ولی چگونه؟ ببینید در همین 3 هفته پیش جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران اعلام میکنن که نرخ بیکاری پایین آمده. چرا که تعریف بیکاری رو عوض کردن. بیکاری در تمام دنیا از 10 سال به بالا شروع میشه. اینها آمدن سن بیکاری رو کردن 15 سال. خب طبیعیه که آمار همون آمار غلط رو هم باز دوباره کمتر و کمترش میکنن. آمدن تعریف کار کردن رو عوض کردن، به این معنا که آمدن و میگن که اگر که کسی در هفته گذشته 1 ساعت هم کار کرده باشه خود به خود اون شاغل به حساب میاد. به این ترتیب میشه 10.5% کرد، میشه سن شروع اشتغال رو به جای 15 سال کرد 25 سال، تعریف 1 ساعت کار رو کرد 10 دقیقه. خب اون وقت میتونیم مثلا بگیم بیکار نداریم، خودمون رو هی مرتب فریب بدیم، هی مردم رو فریب بدیم. ولی به کجا میرسیم؟ نرخ بیکاری توی همه جای دنیا محاسباتش مشخصه. ما با این ثروتی که داریم ببینید که به کجایی رسیدیم که 40 سال پیش میتونستیم که افرادی رو از کشورهای نمیدونم کره و هندوستان و غیره و غیره بیاریم در ایران بهش شغل بدیم و 1,000,000 نفر رو شاغل از کارگران و کارشناسان خارجی داشته باشیم و امروز مواجه با چی هستیم؟ نرخ بیکاری رو که اعلام میکنن، نرخ بیکاری با سواد 2 برابر بی سواد است. حالا من چرا اصلا انگوش رو این دارم میگذارم؟ میگم که 1,340,000 فارغ التحصیل عالی دانشگاه بیکار هستن. آقای حاتمزاده، معاون نمیدونم آموزشی مدارس حرفه‌ای و غیره و غیره، آماری رو ارائه میکنه که بدن آدم میلرزه. خیلی خیلی مسئله حساسی است. آمار میگه که در میگه در سال 97 40% کسانی که به مدارس حرفه‌ای آمدن فارغ التحصیلان دانشگاه بودن.
یعنی این که رفتن یک دوره ای رو درس خوندن، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا گرفتن، بعد برگشتن به مدارس حرفه‌ای که یک کاری رو یاد بگیرن. معنی این حرف چیه؟ در حال یک سرمایه گذاری که به عبث رفته، حالا میخواییم که باز دوباره به نوع دیگری ازش پول در بیاریم. میگن که 70% مشاغلی که امروز در ایران وجود داره نیاز به هیچ گونه تحصیلاتی نداره. خب درستم میگن. وقتی که شما بزرگترین کاری که در ایران انجام میدید دلالیست، چه نیازی به تحصیل کردن داره؟ چه نیازی به هزینه کردن داره؟ وقتی که شما بر میخورید به این که بچه ها میرن مدرسه ابتدایی، متوسطه، دانشگاه، سطوح مختلف دانشگاه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، هرچی، بعد مواجه با این میشید که نزدیک به نیمی از اینها جزء بیکاران قرار میگیرن. ضمن اینکه تازه این آمار غلطه، بیشترن تو جامعه. من پیشنهاد میکنم آقای روحانی حداقل با یک ماشین نمیدونم زرهی که تمام دور تا اطرافش بسته باشه توی شهر یک دور بزنن و ببینن که بیکاری یعنی چی، وقت بعدن بیان بگن که بیکاری کاهش پیدا کرده و تورم کاهش پیدا کرده. بحثی که الان مطرحه اینه که با این وضعیتی که وجود داره تنها و تنها از کل شاغلان نزدیک به 20 چند درصد، کمتر از 25% شاغلان تحصیلات با تحصیلات عالی شاغل هستند. بقیه کجان؟ بقیه چی می؟ چه بلایی سرشون میاد؟ آیا ما فقط مسئلمون همینه که بخوایم بگیم که چند نفر از دانشگاه شریف رفتن در امریکا یا در فلانجا کار گرفتن؟ من یک پیشنهادی رو میخوام به دوستانم، به فرزندانم، به همه کسانی که امروز توی ایران با معضلات بیشماری دست به گریبان هستن، به خصوص با این بیکاران جوان بسیار تحصیل کرده، برید به دادگاه از دولت شکایت بکنید که ما خانوادمون این هزینه رو کرده، خودمون در طول دوران تحصیل این وظایف سخت رو به عهده گرفتیم، این مسئولیت ها رو داشتیم و امروز با هزینه های میلیون ها که کردیم برای اینکه مثلا به دانشگاه بریم یا چه بکنیم و چه نکنیم، امروز بیکاریم. این نه مرگ بر این و زنده باد بر اون میخواد، نه دیگه بر علیه اغتشاش، بر علیه امنیت ملی است. من بیکارم، آمدم به دادگاه شکایت بکنم که این هزینه هایی رو که من کردم، این پول هایی رو که از من گرفتید، این مدارک بی سوادی رو که در اختیار من گذاشتید، این عدم توان شما برای انجام کار کجاست؟ این هیچ چیزی نیست. این حداقل کاریه که شما میتونید برید بکنید و شکایت بکنید، پیگیر شکایتتون باشید. مطمئن هستم که وکلای ما هم میتونن بهتون کمک بسیاری بکنن و در این راه قدم جلو بگذاریم، ببینیم که راه جدیدیست. شاید بسیار امیدوارم به آینده جوانان ایران و آینده ایران. سپاسگزارم.